در آمریکا در روزگار اپیدمی کرونا، خودروها، کامیونها و ربات‌های بدون راننده در خیابان‌های کشور در حال تحویل خوراکی، دارو و ارزاق به مردم در به منازلشان هستند. صاحبان صنایع خودروساز بدون راننده اندکی پس از شیوع ویروس کرونا دست از انجام آزمایش و تکمیل پروژه‌های خود کشیده بودند، اما تحویل این قبیل نیازمندی‌ها به مردم در به منازلشان باعث شد بار دیگر دست به کار شوند. بخش خودروی بدون راننده قول اتومبیل سازی جنرال موتورز موسوم به کروز با چسباندن برگه واکنش به کووید 19 بر روی شیشه خودروهای بدون راننده به تحویل غذا و دارو به بانک غذای موسوم به مارین فود و نیودین نیز همکاری می کند. تحویل محموله به عهده کمک راننده است که ماسک به صورت و دستکش به دست دارد. راب گرانت مدیر امور رایزنی پروژه کروز جنرال موتورز میگوید پندمیک کرونا نشان داد که خودروهای بدون راننده چه موارد مصرف مفیدی دارند. ما با این کار از هدف اصلیمان که همان تاکسی بدون راننده است عقب نمیافتیم. آنچه انجام میدهیم بر پایه نیاز ضروری این روزهاست. تا زمانی که بانک غذای مارین به ما احتیاج داشته باشد به آنها کمک میکنیم. آنچه که من می‌بینم این است که یک پندمیک نشان داد که فناوری ما، یعنی خودروی بدون راننده، می‌تواند چه مصارفی داشته باشد. به گفته مایکل ورکالا، مدیر بانک غذای مارین، تقاضای دریافت غذا از نهادش در این دوره به صورت تصاعدی افزایش یافته است. یعنی آنها قبل از پندمیک هر هفته حدود 3200 سفارش غذا داشتند که این تعداد اکنون در هفته به 55000 رسیده است.